بی صدا و قیمت مناسب. دیگه چی میخوای؟ امروز جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170 اینجاست که میخوایم براتون بررسیش بکنیم. قیمتش هم هلوهوش 4,200,000 تومنه. بریم با هم ببینیم. پروهامیای عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاطمه ابراهیمی هستم به همراه تیم پروهام. همونطور که گفتم امروز قراره براتون جاروبرقی فیلیپس رو بررسی بکنیم. با پایین اومدن قیمت دلار و نزدیک شدن قیمت کالاهای داخلی و خارجی میشه رفت و کالاهای خارجی رو خریداری کرد، البته کالاهایی که امتحانشون رو به خوبی پس داده باشن. جاروبرقی که امروز میخوایم براتون بررسی کنیم هم جزو همون دسته هستش. خیلی وقته که تو بازار وجود داره و تا الان موردی نبوده که کسی ازش ناراضی باشه و اکثرا ازش راضی بودن. بریم با همدیگه آنباکسینگش رو ببینیم. خب آنباکسش رو شروع کنم. خب ببینیم چی داره. خب اول دفترچه ها رو نشونتون بدم. این دفترچه هاشه، اینم همینطور، اینا شکل داره. خب یه دونه دیگه هم داره، اینم نشونتون بدم. خب اول اینو ببینیم، اینا رو بازش کنم. بعد این خودمش رو ببینیم، سرش هم از اینا داره. خب اینم بذارم کنار. اینجا چی داریم؟ خب اون پارویشه، آره یه سریه دیگرشه که پلوم کردم. بعد اینم سریه دیگرشه، این یه سریشه، اینم در بیارم، اینم یه سریه دیگرشه. خب دیگه چی داریم؟ خب اوه اینجا یه دفترچه دیگه هم بوده. چقدر دفترچه و برگه و اینا داشت، اینو نشون ندم. اوه سنگینه، 6 کیلو خورده وزن، 6 کیلو و 300. خوشگله به نظرم. نظر شما چیه؟ برامون کامنت کنید. به نظرتون قشنگه؟ بذارید از این برگه هم بهتون نشون بدم. اینم از این جاروبرقی فیلیپس. خب اول مشخصات ظاهریش رو بریم بررسی بکنیم. به نظر من طراحیش قشنگه، من خودم رنگش رو دوست دارم از سلیقه این چیزا. بعد اینکه جنس بدنش خوبه. یه نکته مثبتی که بگم راجبش اینکه این گوشه هاش نمیبره دستتون. یه سری از جاروبرقی ها هستن که مثلا دستتون بخوره به این گوشه ها میبره، در صورتی که این شکلی نیستش. اینجا هم که دکمه هاشو میبینید. بعد اینکه مثلا سیم جمع کنش، حالا میگم اینجوری فشاریه، مثل بوش نیستش یهو ولش بکنید. حالا این سلیقه ممکنه نقطه قوت یا نقطه ضعف باشه از نظر دیدگاه‌های مختلف. چراغ داره برای اینکه وقتی که بگش پر بود روشن میشه. و چرخاش هم بهتون بگم، چرخاش هم که میبینید اینا، چرخاش خیلی بزرگه، برای همین اگه مانعی چیزی باشه راحت میتونه از رو مانع رد بشه که این یه نکته مثبتشه. اما مشخصات فنیش، توانش 2200 واته، قدرت مکشش 500 وات هستش، سیمش طولش 10 متره، شعایی که در بر میگیره 9 متره، برای اینکه خب میگن سیم کشیده نشه 9 متر میگن. بعد اینکه فیلتر هپا داره که یه نکته مثبتش هست و همین دیگه، نکته خاصی نداره. فقط بریم که تست صداشم بگیریم. خب بریم وصل کردنشو نشونتون بدم. اول خورتونیشو برمیدارید، اینو اینجا وصل میکنید، افتاد. بعد تلسکوپی رو برمیدارید، اینو به این صورت. خب اینم وصلش میکنید. بعد حالا سریهای مختلف یا پارویش رو میتونید وصل کنید. این بعد بره اینجا چفت بشه این شکلی، یا حالا سریهای مختلفش هم که میتونید بذارید. بعد یه نکته ای که حالا میخواستم بهتون نشون بدم تست صداشه. اینو این دوتا رو میگیرید اینجوری درش میارید،
تست صداشو با هم دیگه ببینیم. خب این بالاترین حد بشه. این بالاترین حد بشه صداش، و واقعا صداش کمه، یعنی بالاترین حد جارو برقی صداش واقعا کمه. اینم حدای مختلفشه که اینم کمترینشه. بیشترین کمترینشه. خب اول کیسه‌ش رو بهتون نشون بدم. اینو میبینیدش. بعد اینکه این شکلی میشه، درش هم بسته شه، اینجوری هم میشه جدا شه، اینجوری هم دوباره میتونید بذاریدش. حالا خیلی مهم نیست. خب بعد فیلتر هپاش هم بهتون نشون بدم. اینجا فیلتر هپاشه که اینم میشه در بیاد اصلا. اینم فیلترش که میبینید. خب این پارویشو که میبینید سه گوش هستش. این کناراش حالت فرچه داره. بعد یه نکته خیلی خوبی که داره، این کفش یه طوریه که قشنگ میچسبه به کف زمین و نمیذاره دیگه هیچی باقی بمونه. بعد اینکه اینم از اینم میتونیم برای اینکه حالا بره سمت فرش یا سمت سرامیک ازش استفاده بکنیم. و اما جنبندی، همونطور که گفتم پاروی این جارو برقی یه طراحی منحصر به فرد داره. بعد اینکه دوتا سری داره، یه سری مخصوص مبل و پرده، یه سری مخصوص گوشه. بعد اینکه یه نکته بگم، اگر شما میخواین جارو برقی بخرید و میخواین برین پارس خزر بخرید، من اگه جای شما بودم 1.5 میلیون میذاشتم رو اون و میومدم فیلیپس رو میخریدم، به خاطر اینکه واقعا تفاوت بین این دوتا جارو برقی. و اینکه اول ویدیو هم گفتم واقعا امتحاناشو پس داده، خیلی وقت تو بازار هستش. قیمتش هم بگم که خیلی ازمون میپرسی 4,200,000 تومنه و متاسفانه با گارانتیش خیلی تو بازار موجود نیستش. اگر بخواید میتونید این جارو برقی رو از پیج پروهوم شاپ ما تهیه بکنید، تو پروهوم شاپ موجود هستش. اگرم نظری دارید راجع به این جارو برقی ممنون میشم برامون کامنت کنید. هر سوالی دارید ما سعی میکنیم با حوصله جواب همه کامنت ها رو بدیم. اگرم ما رو دارید از یوتیوب دنبال میکنید، ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. پروهوم نیوز، رسانه لوازم خانگی.